خب دوستان، من به اندازه طول دلخواهم پای بلند بافتم و دو تا موتیف برای روی کارم. من الان میخوام این قسمت مثلثی پایین جاجورابیم رو ببافم. خب ببینید، ما در اینجا در انتهای بافت به اندازه دلخواهمون که بافتیم، کارمون رو برمیگردونیم و هیچ پایه‌ای نمیبافیم. وارد اولین پایه بلند رو ببینید نمیبافیم، روی پایه بلند دوم وارد میشم و یک بست میزنم. چون میخوام کارم مثلثی شکل بشه، باید شروع کنم به کم کردن پایه ها. سه تا زنجیره میزنم که حکم یک پایه بلند رو داره و من چهار تا پایه بلند اینجا میبافم. ببینید دوستان، وقتی که چهار پایه بلند رو بافتم، خب نخ به دور قلاب دو تا پایه بلند بعد رو با هم یکی میکنم، یکی و این هم دو تا. سه تا نخ روی قلاب میمونه که هر سه نخ رو با هم یکی میکنیم. بعد شروع به بافت پایه بلند میکنم. روی هر پایه بلند زیر دو مرتبه من یک پایه بلند میبافم. خب من این پایه بلندهای بعد رو هم بافتم به 5 تا. این اولین پایه رو از این طرف هم دیگه نمیبافیم، چون میخوایم کارمون به شکل مثلثی در بیاد. بعدش 1 2 3 4 چهار تا پایه بلند رو میبافیم. این اولین پایه بلند، بعدی رو هم نیمه میبافم، سه نخ رو با هم یکی میکنم که دوتا پایه بشه یکی و کار جمع تر بشه. بقیه پایه ها رو میبافم، فقط دونه آخر رو نمیبافیم. خب به اینجا کار که رسیدم، دو مرتبه کار رو برمیگردونم. میبینید کار ما از هر طرف یه دونه پایه کم شده. دو مرتبه پایه اول رو نمی بافم. روی پایه دوم یک بست می زنم. اینجا سه تا زنجیره می زنم. بعد شروع می کنم به بافت چهار تا پایه بلند. خب این چهار تا پایه بلند رو که بافتین، دوتای بعدی رو دوتا یکی کنید. یک مرتبه، دو مرتبه، دو مرتبه، سه تا نخ موند روی قلاب که هر سه رو با هم یکی میکنیم. شروع میکنیم به پایه بلند تامون رو میبافیم. به این طرف کار هم که رسیدیم، ستای به غیر از این دونه آخر، این ستا رو که بافتیم، این دوتا رو با هم دوتا یکی میکنیم. خب ببینید، من رسیدم به انتهای این بافت. دو مرتبه اولین پایه رو که نگه می‌دارم، بعدی نخ به دور قلاب و پایه دوم، هر سه نخ رو با هم یکی می‌کنم. سه تا رو می‌بافم، سه تا پایه بلند بعد رو می‌بافم، پایه بلند آخر رو ما نمی‌بافیم. این پایه رو دیگه روش هیچ بافتی انجام نمی‌دیم. دو مرتبه کارمون رو برمیگردونیم و یک پایه به داخل میریم، پایه اول رو نمی بافیم، سه تا زنجیره میزنیم، سه تا پایه بلند میبافم من. 1 2 3 دو مرتبه دو تا رو با هم کم میکنیم، دو تا پایه رو با هم یکی میکنیم، نخ به دور قلاب. به همین صورت ما اینقدر این رجها رو تکرار میکنیم تا به 3 تا 4 تا دونه پایه برسیم. به این صورت دو مرتبه پایه بلندا رو میبافم، دونه آخر رو، پایه آخر رو در نظر نگیرین، سه تاشو ببافین، این دوتا رو با هم دوتا یکی کنید. به همین صورت رفت و برگشت ادامه بدین تا به 3 یا 4 تا پایه بلند در این وسط کارمون برسیم. خب دوستان، من انتهای کارم رو هم بافتم. ببینید با کم کردن پایه ها
شکل مثلثی پایین کارم رو این قسمت رو ببینید اینجا رو انجام دادم. حالا میتونید برای اتصالش یا یک منگوله درست کنید، آویزون کنید، یا ساده باشه یا یک دکمه برای این تزیین نوکش میتونید استفاده بکنید. خب وقتی که به اینجای کار و این قسمت کار که رسیدیم، یکی از ببینید دوستان، من موتیف رو به با سنجا ببینید به کارم متصل کردم، بعد دور تا دور کار رو با سوزن نخ به صورت کوک محکم و ریز بدوزین تا متصل بشه. دو طرف، سه طرف کار رو وصل میکنین و یک طرف بالای کار باید باز باشه. در دو تا موتیف این قسمت، قسمت پایین کارمون، اگر هم که دوست داشته باشین میتونین کنارهای کار رو خب به وسیله قلاب پای کوتاه بزنید. کنارهای کار رو که میخواین به هم وصل کنین به صورت پای کوتاه بزنید، میتونین به صورت بستهای مخفی با سوزن نخ محکم رد کنید تا پشت روی کارتون کاملا تمیز و یک دست باشه. خب من اتصال بالای لیف رو، یعنی جایی رو که میخوای بهش، حالا میتونین با یک چوب تزئینی این کار رو انجام بدین یا نه میتونین اون رو حلقه درست کنین و آویزون کنین. حالا من این بالای کار رو هم برای اتصالش به دیوار یا قلاب بهتون آموزشش رو میدم. خب دوستان، من تا انتهای کار رو بافتم. ببینید در قسمت مثلثش یه پاپیون زدم و یه دونه مهره روش بافتم. دور تا دور کار رو من با نخ و سوزن میبینید به صورت بست و یا کوکای ریز به همدیگه وصل کردم. فقط قسمت بالای جاجورابی رو باز گذاشتم، دوتا موتیفا رو بهش وصل کردم. تزئینش به دلخواه خودتونه. بالای لیف رو بالای ببخشین جاجورابیم رو مثل لیف یک ردیف زنجیره زدم و چند تا دونه مهره برای قشنگی بالای جاجورابی ببینید به این صورت بافتم و اون مهره ها رو بهش دوختم. دوستان، من این جاجورابی رو میخوام یک استفاده دیگه ازش بکنم برای نگهداری کشمو و موگیرامون که به قولن همین این طرف طرف خونه نریزه و یک جای مرتب و منظم داشته باشه. این هم مدل ساده دیگرش که بالاش رو من برای تزیین یه چوب زدم. بالا اینم زنجیره هست میبینید و قسمت پایین کار رو هم یه منگوله وصل کردم، ولی برای این کار پایینش رو یک پاپیون زدم. این دیگه سلیقه و نظر شما دوستان هست که چطور این کار رو ببافین. البته میتونید به جای این موتیف از موتیفای دیگه و مدلای دیگه هم استفاده کنید. دوستانی که من رو تا اینجا همراهی کردین، لطفاً لایک کنید و اون رو برای دوستانتون ارسال کنید. امیدوارم که از این بافت خوشتون اومده باشه.